بسیاری از ناظران سیاست های حکومتی و بخشنامه های بانک مرکزی را عامل مهمی در بحران ارزی می دانند که با توجه به فساد ساختاری و بحران اقتصادی نوسانات پی در پی را به بازار ارز تحمیل می کند. در حالی که مافیای حاکم از این نوسانات بهره میبرد، مردم محروم پیوسته قیمت سنگین این نوسانات را می پردازند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا به دنبال سیر سعودی قیمت دلار که روز چهارشنبه مرز 15300 تومان را پشت سر گذاشت با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر مجاز بودن ورود ارز به صورت اسکناس توسط سرافی های مجاز قیمت دلار در بعد از ظهر چهارشنبه به 14700 تومان کاهش یافت. گزارش های منابع مستقل ها کیست که دلار در بازار تهران روز چهارشنبه بین 13800 تومان تا 15300 تومان معامله شده است. گزارش ها کیست از زمانی که قیمت دلار از مرز 14000 تومان گذشته اکثر قرفداران بازار ماهی در اهواز از کار بیکار شدند. روزنامه حکومتی جهان صنعت از باند روحانی نیز نوشت بازار ارز افسار گسیخته بر مسیر افزایشی پیش می رود. نه از خرید و فروش معاملات واقعی خبر است و نه نشانه ای از نیروهای ارز و تقاضا به چشم می‌خورد. خورد. گویی دست های نامرئی دولت است که فرمان سیاستی بازار را می تا قیمت زیر سایه سکوت مسئولان به تاختن ادامه دهد. به نظر می رسد این بار این خود دولت است که به دنبال بهره از شرایط موجود است. دو تن از کارشناسان اقتصادی رژیم نیز در مورد علت فساد حکومتی و بحران اقتصادی گفتند مؤسسات خصوصی وابسته به دولت خصولتی ها دولت و مجلس را در دست گرفتند و به زودی تولید در کشور زمینگیر می شود.